به شم هشم نعسته به نسلی اختورا سیوالان و مشه مراشاق هیلت یعقوب بدرت هشم بیدبارف صفحه 714 یلقوت یوسف دو در مورد امیرت ویدوی به یوم میلا، یعنی گفتن ویدوی در روز میلا، سیمان 265 میفرماید که شیش میلا به بتکنیست، موقعی که میلا هست در کنیسا نمیگن اونجا ویدوی و نفیلت افعیم در روز میلا، حتی اگر تفیلا میخونن اونجا چندین سری پشت سر هم همه اونها معافن از خوندن ویدوی و نفیلت افعیم. همونطور که متوجه شدیم اینجا میفرماید که موقعی که میلا در کنیسا هست آنها نمیخونن لداوی دلخا نفشی اصار رو در روز میلا نمیخونن، حتی اگر اونجا چندین سری پشت سر هم در اون کنیسا تفیلا میخونن همه اونها از گفتن ویدوی و نفیلت اپاییم معاف هستن. شماره بت میفرماید ابی ابنی که یاب شد در کنیسا در روز میلا، یا ای که یاب شد اونجا صندوق یا مائل، با وجود اینکه میلا در خونه انجام میگیره تمام جماعتی که تفیلا میخونن با او در کنیسا معافن از اینکه بگن ویدوی و نفیلت اپاییم به کابود به علبریت به احترام این سه نفر صندوق مهل و عویبه که یومتو به اونهاست و معلومه که مهل مومخه که هر روز میلا داره پاتور میکنن جماعت رو از خوندن ویدوی، مگر اینکه خارج میشه از کنیسا در زمان خوندن آنا. بند آلف در مورد این صحبت کرد که توی کنیسا میلا هست، همین که تو کنیسا میلا هست اونجا دیگه آنا نمیخونن در روز میلا، با وجود اینکه چندین سری میخونن. حالا اینجا تو کنیسا میلا نیست، تو کنیسا اویابن صداق یا مهل هر کدوم از اینها حضور داشته باشن جماعت رو معاف میکنن که با او دارن تفیلا میخونن. تو همون سری که صندوق یا مهل یا اویابن هست جماعت رو معاف میکنن از اینکه آنا بخونن به کابود این فرد صندوق یا مهل یا اویابن که این یومتو اون افراد هست. و معلومه که یک مهل مومخهی که هر روز میلا میکنه جماعت رو معاف میکنه از خوندن آنا، مگر اینکه زمان ویدوی از کنیسا خارج بشه. شماره گیمل صفحه 715 میفرماید همچنین مهلی که مزد میگیره به خاطر میلا و یافت میشه در کنیسا بازم جماعت رو از خوندن ویدوی معاف میکنه با وجود اینکه مزد میگیره. شماره دالت میفرماید مکانی که رسم دارن که اگر میلا توی کنیسا باشه اونا ویدوی و نفیلت اپاییم نمیخونن در تمام کنیساهای شهر، با وجود اینکه این رسم خوبی نیست مزالک مانع اونها نمیشن که دارن بعد چیزی که اتکا کنن، ولی اون در مکانی که یه چنین رسمی ندارن مثل ایرخداشا شهر جدید اونها نباید این چنین رفتار و رسمی رو داشته باشن که اون مینهای پایینیه، مینهای خوبی نیست و نظر پستیم از این مطلب راضی و خرسند نیست. اینجا توضیح میده که اگر در یک کنیسا بریت میلا هست اجازه ندارن در کنیساهای دیگه آنها نخونن، بلکه اون کنیساهای دیگه باید آنها رو بخونن. حالا اگر یه جایی رسم دارن که نمیخوندن، وقتی توی کنیسای میلاس تو همه کنیسای شهر آنا نمیخوندن، مانعشون نمیخواد بشن چون جای پا دارن، ولی شهر جدیدی که یه چنین رسمی نداره میخواد چنین رسمی رو انجام بده کار خوبی نمیکنه و خخامیم از این راضی نیستن. شماره یه ه صفحه ه میفرماید پنج در کنیسایی که اونجا در صبح میلا میکنن به خاطر اینکه زریزین مقدمین لمیسود، یعنی افراد چابک و زرنگ میسوا رو جلو میندازن و نمیگن ویدو یعنی فیلیت پاییم، همچنین در تفیلای مینخا چون که مکان هنوز
اون کرسی و صندلی الیا و انابی وجود داره و هست و اون پاروختی که روش اون پارچه و پردهی که روش میندازن و نور قدوشای میلا تمام روز اونجا رو پوشونده، بنابراین آنا نمیخونن تمام روز و همینطور گدوله اولام اینطور فتوا دادن و هلاخا رو گفتن. صحیفه میفرماید که کنیسایی که صبح درش بریت میلا انجام میدن، چون افراد چابک میسپا رو جلو میندازن، تو مینخواهم تو اون کنیسا آنا نمیخونن، چون که هنوز اونجا کرسی و صندلی الیاهو النبی هست و پارچه روش هست و قدوشای میسوای میلا تمام روز اونجا قرار داره و تمام روز تو اون کنیسا آنا نمیخونن. شماره واب میفرماید همچنین که اون میلا صبح انجام میشه، اگر یاف میشه در تفیلای مینخا یکی از بله برید، یعنی اوی ابن پدر بچه یا کسی که میلا میکنه یا صندوق، بازم اونجا به خاطر حضور یکی از این افراد آنا خونده نمیشه، چون قدوشا و سیمخای میسوا کشیده میشه به تمام روز. و اگر عقب میندازن میلا رو تا نزدیک مینخا، اون وقت میگن، بعضی ها میگن که لازمه ویدوی رو در شخرید بگن، فقط در مینخا که تفیلای پیوست به بریت میلا اونجا آنا نمیگن، ولی عرص دارن که به هر صورت آنا رو نمیگن همچنین در صبح. حالا طبق هلاخا درسته که در شخریت هم بیان و آنا رو بخونن، ویدوی و تخنونیم رو بخونن. حالا اونایی که رسم دارن که نمیگن، دارن بر چیزی که تکیه کنن، ولی رسمشون رو تغییر نمیدن به خاطر دعوا، ممکن اختلافات و بحثی پیش بیاد، پس بنابراین رسم رو تغییر ندن. اینجا میخواد به ما بگه به طور کلی وقتی مینخا نزدیک مینخا بریت میلا هست، تو همون مینخا آنا نخونن و در شخرید بخونن، ولی بعضی ها رسم دارن که نمیخونن، میگه جای اتکا دارن، به خاطر دعوا این رو رد نمی کنن. ولی به طور کلی وقتی نزدیک مینخا بریت میلا هست، شخریت رو آنا بخونن بهتره. شماره زین میفرماید که کسی که خبر بهش دادن که پسری در شهر دیگری براش به دنیا اومده یا در کشور دیگری و نمیتونه حضور داشته باشه در بریت میلای پسرش، با وجود این در روز میلا آنا خونده نمیشه وقتی ایشون ابی ابن حضور داره، که حتما همچنین اون فرد خوشحاله که خیشابندانش میسوای میلا رو انجام میدن مال پسرش به موقع خودش. و درسته که پیوست به ویدوی خارج بشه از کنیسا به خاطری که مردم آنا بگن. پس بنابراین اگر پدر اون بچه توی شهر دیگه حضور داره و میلا در شهر دیگری انجام میگیره و خیشابندان مراسم میلا رو انجام میدن و این پدر خوشحاله و اینجا آنا نمیگن در روز میلا، ولی بهتره که این پدر بره بیرون وقتی که میخوان آنا بخونن تا جماعت آناشون رو بخونن. سیف خط میفرماید اگر یکی میلا میکنه دیگری پریا میکنه، هر کدوم از اونا جماعت رو از خوندن ویدوی معاف میکنن، ولی کسی که مسیسا میکنه میمه که این معاف نمیکنه. بعضی ها اختلاف دارن رو اون قضیه و اصل دینی که کسی که مسیسا میکنه میمه که از خوندن آنا معاف نمیکنه. حالا اونایی که سباک میگیرن در این و آنا نمیگن، لازم نیست که نهیب بزنن بهشون که بر چیزی دارن تکه تکه کنن. پس بنابراین کسی که میلا میکنه معاف میکنه جماعت رو از آنا، کسی که پریا میکنه اون پوست رو بر میگردونه، پاره میکنه و بر میگردونه، این هم معاف میکنه، ولی کسی که مسیسا میکنه معاف نمیکنه از خوندن آنا. شماره تت میفرماید که در مکانی که مخلوقت
در جماعت آیا آنا بخونند یا نخونند، شایستن که اویابن و خاتان و امثال اون از کنیسه خارج بشن در زمانی که میخوان ویدوی و تخنونیم بخونن، به خاطر هم کاوده بله برید و خاتان و همینطور شالوم. وقتی که اینجا بحثه که آنا بخونن، یادم میگم آقا شما که اویابن هستی یا خاتان هستی برو بیرون و دیگه 100% باید آنا بخونن و اینجا هم سلو صفا میشه، هیچ مشکلی هم به وجود نمیاد، بهترین کار همینه. شماره یود میفرماید که از اصل هلاخا ایسور نیست که ویدوی و تخنونیم بخونن نیست در زمانی که نیست در اونها نفیلت پایین. مثلا یکی از بله برید تو کنیساست و اون کسی که میگه ویدوی تو خونهش لازمه که بگه یگمیدوت رو با آهنگ مثل که داره تورا میخونه. مزالک این ویدوی ارزش اون ویدویی که در سدر تفیلا میگن نداره. شماره یود توضیحش اینه که از اصل علاقا ایسور نیست که ویدوی بگن تخنونیم بگن نیست در روزایی که آنا نداره، مثلا موقعی که اویابن تو کنیساست یا صندوق یا محل تو کنیساست حالا میخوان آنا بخونن، از اصل علاقا ایسور نیست. و نکته دوم میفرماید که کسی که ویدوی میگه تو خونش و یاخید هست لازمه که با آهنگ تورا بگه، چون ویدوی چیزیست که باید ده براخا باشن که آنا رو ببخشید و یعور رو باید در حالتی بخونن که ده براخا باشن، ولی اگر خب ده براخا نیست تو خونش میخونه و یعور رو باید با آهنگ تورا بگه و این با آهنگ تورا خوندن اون مقام تفیلا رو نداره. شماره یود آلف میفهماد روز میلا که افتاده در ایام تنیت جماعتی که در پاسوق نوشته، درسته که اویابن یا موهل اینا و صندوق برن بیرون در زمانی که رسیدن به ویدوی و بعد از نفیلت پاییم آنها برگردن و جماعت تفیلاشون رو ادامه بدن، تمام اون سری خود رو بخونن همونطوری که بالا در صفحه 706 گفته شد. اینجا به ما یاد میده وقتی که تنیت جماعتیه و مثلا اویابن تو کنیساست بهتر اینا برن بیرون که جماعت اون قسمت هایی که ویدوی هست و سلی خود هست بخونن. شماره یود بت میفرماید موقعی که میلا در اگر متیفین دام برید، اگر به اصطلاح خونه برید رو چند قطره میچکونن از بچه‌ای که متولد شده ماهول، بچه‌ای که میلا شده قطره‌ای رو از بریت او خون خارج میکنن، دینش مثل میلایی که پاتور میکنه جماعت رو از یک تخنونیم بگن، یعنی اگر بچه ای کاملا میلا شده به دنیا آمده که احتیاج به میلا کردن نداره، در این صورت میان و قطره خون رو از اون بچه میچکونن و این هم باعث میشه که جماعت رو از میلا کردن از آن نخوندن معاف کنن. شما یود گیمل موقعی که میلا در شبات در کنیسا انجام میگیره یا اگر یاف میشه که از بله بید، اصلا که رست دارن که صدقات خواست صدق رو نمیگن رست، یا رست دارن که میگن حتی اگر یاف میشه در کنیسا خاتان یا اویابن و صندوق در تماران ادونن مورن و ربن و رابد یوسف هم همینه که صدقات خواه رو میخونن در زمانی که اویابن یا خاتان یا صندوق در کنیسا هستند. قسمت بعد مربوط میشه به مینهاگه به تکنست به یوم میلا رفت دارن که بالا میرن برای براخای تورا بله برید و اشاره کردن بر این پاسخ که میفهم رومموت اد بیگیرونا به خلط پیوت بیادام، افراشتگی خداوند در گلوشونه، یعنی کلام تورا رو میگن در حالی که شمشیر دو دمه هم تو دستشون، یعنی کاردی که باهاش میلا میکنن و موقعی که هست در کنیسا دو تا بله برید در روز دوشنبه و پنجشنبه و هر دوشون اسرائیل هستن، نمیتونیم سه براخا بیشتر ما براخای تورا بگیم، نمیتونیم اضافه کنیم بر تعداد اون براخا گویندگان در دوشنبه و پنجشنبه و بالا نمیرن دو تاشون برای سفر تورا بعد از کوهن و لوی و اجازه ندارن که اضافه کنن بر
تعداد براخاگوها در روز خل، بلکه فقط صندوق بالا بره برای براخای تورا. میکن مقام متعاره که خواهش کنن، خواهش کنن از کوهن که از کنیسا بره بیرون موقعی که در براخا در کنیسا به جز او میمونن و اسرائیل به عنوان کوهن بخونه و همینطور میتونن که بدن به نفر دوم بله برید که اونم براخای بعدی رو بخونه. و اگر کوهن نمیخواد از کنیسا بره بیرون یا اینکه اینا در براخا دقیقاً هستن، انشالله هستی بور بگه با وجود اینکه اینجا کوهن هست یمود اسرائیل بمقام کوهن بیستد افت پیشش کان کوهن یمود اسرائیل بمقام کوهن، یعنی با وجود که اینجا کوهن داریم ولی اسرائیل به جای کوهن بخونه. اینجا رسمه که به بله بریت براخای تورا میگن و پاسخم اتکا دارن ازش، اشاره در پاسخ هست که فرمودن روممت ارونا به خیر پیپیوت بیادم، یعنی افرازدگی خدا در گلوی اونهاست و شمشیر دو دمه در دستشونه، یعنی کلام هشم رو میگن در حالی که میخوان بریت میلا رو هم با کارد انجام بدن. حالا میگه وقتی روز دوشنبه یا پنجشنبه دو تا بله بریت ما داریم، اویابن داریم، صندوق هم داریم، خب ما چیکار کنیم؟ فقط به صندوق ما براخا میدیم و نمیتونیم به تعداد براخای دوشنبه و پنجشنبه اضافه کنیم. و رای دیگری که وجود داره اینه که اگه هر دوشون میخوان براخا بخونن، اینجا ما به آقای کوهن بگیم شما برید بیرون تا به جای شما اسرائیل براخا بخونه، برسه براخا اسرائیل میتونه بخونه. ولی اگر کوهن نمیتونه نمیره بیرون یا اینکه در براخا بیشتر نیستیم که کوهن بخواد خارج بشه، در اون صورت شالی اخسی بود میگه با وجود اینکه اینجا کوهن است ولی اسرائیل به جای او براخای تورا رو بگه. شماره بت میفرماید اگر میخوان اضافه کنن در شبات به تعداد کسایی که براخای تورا میگن که اونجا اویابن هست و امثال این و میخوان به اصطلاح افراد دیگری هم از خویشاوندان براخای تورا بگن، خط خیلا خوبه که شالی اخسی بور بخونه برای هر کدام از این هفت نفر به وظیفه روز سه پاسخ یا بیشتر و شروع کنه و خاتمه بده با مطلب خوب، به خاطر که بتونن بخونن در تورا قرائت جدید برای هر کسی که براخای تورا میگه. و اگر با تمام این وجود به خاطر کثرت اونهایی که میخوان براخا بگن سخت میشه که بخواد برگرده برای اون پاسخا، میتونه این کارو بکنه و پاسخها رو دوبار تکرار کنه. اینجا بحث در اینه که تعداد زیادی میخوان براخای تورا بگن و از هفت براخا بیشتر، پس چه کار کنیم؟ میفهمد که از ابتدای پاسخ، از ابتدای پاراشا بیاد سپاسخ برای هر کسی بخونه به شرطی که جای خوب شروع کنه و خاتمه بده و اون مسئله پاراشای ستوما و پتوخارم حتما رعایت میکنه. ولی اگه بازم با اینکه سپاسخ بخواد برای هر کسی بخونه نتونست و با تعداد اونهایی که میخوان براخا بگن زیاد بود، اینجا مسئله نیست، میتونه پاسخها رو تکراری بخونه و اشکالی نداره. شماره گیمل میفرماید که هست محلیمی که رست دارن میستن موقعی که شالی اخسی بور میستن در روز میلا، یعنی میدن محل شالی اخسی بور بشه، بعضی چنین رست میدارن. میفرماید پاسخ اشاره داره به این رو موتر بیگنام خیلی پیو بیادم میان با شالی اخسی بور شدن، میان افراشتگی هشم رو میگن در حالی که بچه هم آقای محل میخواد میلا کنه. پس بعضی جا رست دارن که به محل میدن شالی اخسی بور بشه روزی که میخواد میلا رو انجام بده. مطلب بعدی در مورد میلا در معدیم سال هست و روزهای تنید از همون سیمان 265 صفحه 716 یعقوت یوسف میفهمد اگر بریت میلا هست در روش هشانه میلا میکنن بین قرائت تورا با تقیت شفار، اصلا که دست دارن که محل دهانش رو تمیز نمیکنه بعد میلا و با دهان خونی از خون میلا که تر هست شفار رو میزنه، میخواد میسوار میلا رو با میسوای شفار با هم قاطی کنه. و میلا در روز کیپور اگر
هست در کنیسا میلا میکنن بعد از قرائت تورا، قبل از خوندن اشره، همونقی که سفر تورا رو اخال هست. و برخان میگن اشره قیده شدید میبتن بدون لیوان و ترتیب میدن سعودا رو در خروج روز کیپور و این حساب میشه به سعودای میسوا. پس اینجا دو تا حالت رو برای ما توضیح داد. اگر که بریت میلا روز روش هشانه انجام میگیره، کی میلا کنن؟ قبل از شفار. و بعضی ها رسم دارن که میان و اون فردی که مسیسا کرده و دهانش خونیه بیاد خودشم شفار بزنه و این دوتا میسوا رو با هم همراه میکنه. حالا اگر روز کیپور میلا بود، میان قبل از عشره، قبل از شروع مصاف، میان میلا میکنن و سفر تورا هم روی توا هست و عشق قیدش یدید بی بیتن این براخا رو بدون یعنی میگن و مصای کیپور هم میان سعودای بریت میلا رو ترتیب میدن و این حساب میشه سعودای میسوا. اگر هست میلا در پوریم، بعضی ها میگن که مقدم میکنن میلا رو به قرائت مگیلا، بعضی ها میگن که میذارن میلا رو بعد از تمام سدر تفیلا مثل هر روز و مینهاگ مثل رسم آخر هست. یعنی اگر روز پوریم میلا در کنیسا هست، مینهاگ اینه که بیان بعد از کل تفیلا مراسم میلا رو انجام بدن. اگر افتاد بریت میلا در میان ایام سفیرت عمر، مجازه که اویبن و صندوق و موهل اصلاح کنن سرشون صورتشون در اون روز، چون که یومتو بشونه به نظر ها علیزال عقادشون که سخت بگیرن طبق قبالا. اگر یه سببیه که مانع میکنه اونها رو که در روز میلا بخوان اصلاح کنن، مثلا بریت میلا صبح زود انجام میگیره، مجازه که این سبراخاب اویبن و صندوق و موهل اصلاح کنن روز قبل میلا و نزدیک به عصر، نزدیک به شب. و همینطور موقعی که افتاد بریت میلا روز یک شنبه، میتونن جمعه میلا کنن. شماره گیمل میفرماید که اگر بریت میلا در ایام سفیرا باشه که اصلاح نمی کنن، که رسم ما اینه که تا صبح 34 اصلاح نمی کنیم، ولی نده اینجا میفرماید که اویبن و صندوق موهل میتونن اون روز اصلاح کنن و اشکالی نداره چون یوم تو بشونه. آهر زرقادوش میفرماید که نه، اصلاح نکنه بهتره طبق قباله. حالا اگر به هر حال نه طبق قبالا، طبق حلاخا، اگر کسی میخواد اصلاح کنه روز میلا امکان نداره براش، میگه خب یا مثلا صبح زود بریت میلا انجام میگیره نمیتونه اصلاح کنه، میتونه که روز قبلش اصلاح کنه نزدیک به شب و به نیت فردا. اگر یک شنبه میلاست نمیتونه صبح یک شنبه میلا کنه، میتونه روز جمعه اصلاح کنه و اشکالی نداره. دالت میفرماید که هستن که میگن بله بریت، یعنی سه نفری که بهشون میگن صاحبان بریت، بریت یعنی اویبن و موهل و صندوق، معافن از این که تردید بگیرن در روز میلا اگر تعیین‌های جماعتی باشه مثل ایفده تموز، سنگه دل یا اصطرا به تبت، چون که یومتو بشونه و گذرا نکردن خخامیم که اینا رو در این روزا این سه نفر تعیین برن و این نظر دعت پست قیماریشونیم نیست. بنابراین اصل دینه که خاتان و چه اویبن خیاب هم تعنیت بگیرن در تمام این تعنیت هایی که ما شمردیم و از جماعت دور نشن. والا اگر که این تعنیت ها افتاد شعبات، انداختن اون رو به روز بعد، روز یک شعبات افتاد، میتونن تعنیتشون رو کامل نکنن. همینطور تیشا به آب افتاده روز یک شنبه داخوی شده، بلکه بعد از نیم روز میتونن بخورن چون طریقشون، چون که یومتو بشونه. با وجود اینکه همچنین سخت میگیرن در این تعنیت هایی که عقب زده شدن، ولی اصل هلاخا مثل نظر اونایی که معاف میکنن و مجاز میکنن که بخورن، همطور شایستن که اینطور هلاخا رو بگن. در صورت نبایستی که بله برید تعنیت بگیرن هیچ تعنیت یاخیدی رو، حتی اگر سالها رفتار میکردن در روزی که اون موقع اونا بریت میلا دارن. همطور تعنیت یارسایت سر سال پدر یا مادر که افتاده باشه روز میلا، این سه نفر تعنیت نمیگیرن، حتی را هم لازم نداره. اینجا هلاخا به ما یاد میده که اگر روز تعنیت ایفده تموز، سمگه دلیا، اصارا به تبت میلا باشه و
اویابن و محل و صندوق باید چه کنن؟ یا اینا باید تعنیت بگیرن. هلاخا همینه و از جماعت جدا نشن. ولی اگر خب این تعنیت ها افتاده شبات، انداختنش یک شبات، میتونن بعد از ظهر تعنیتشون رو باز کنن. حتی اگر تیشا به آب هم شبات بوده افتاده یک شبات، میتونن بعد از ظهر تعنیتشون رو باز کنن چون یوم تو بشونه. بعضی ها مخالفن، ولی هلاخا اینه که میتونن تعنیتشون رو باز کنن. و به هر صورت این سه نفر موهل صندوق و ابیابن تعنیت یاخیدی نرن روز میلا، مثلا تعنیت سر سال، یا اینکه سالها نیت داشتن یه تعنیت رو برن، یا سر سال پدر یا مادر، اینا اصلا تعنیت نمیگیرن، تعنیت یاخید و معاف هستن. میداریم که ایروس ما خود به اسرائیل همیشه در جماعت ما صدای شادی و سیمخا بلند باشه. و باروخ هشم لعولام، آمین و آمین.